در سال 1960 جان اف کندی و ریچارد نیکسون تحت فشار شدید مناظره کردند. این مناظره آغاز نفوذ تلویزیون را بر سیاست رقم زد. کندی در مناظره آرام و مطمئن بود، حالان که ریچارد نیکسون که در آن زمان از ناحیه پا زخمی بود در جریان مناظره زیر فشار شدید قرار داشت و عرق کرد. پس از آن مناظره کندی در نظر پرسی ها سبقت گرفت. در سال 1980 جیمی کارتر و رونالد ریگان مناظره کردند که آن مناظره چرخش را در کارزارهای انتخاباتی وارد کرد. انتقادهای سریع ریگان از رئیس جمهور کارتر جذابیت و مهارت ارتباطی او را به نمایش گذاشت. این مناظره به عنوان نقطه عطف نگریسته می شود که به پیروزی قاطع ریگان در انتخابات کمک کرد. در سال 1988 جورج هربرت واکر بوش و مایکل دوکاکس مناظره کردند، مناظره ای که غیر احساساتی ترین پاسخ ها را در خود داشت. پاسخ غیر عاطفی دوکاکس به پرسش در مورد مجازات مرگ و این که اگر بر همسر وی تجاوز جنسی شود و سپس وی به قتل رسانده شود با پیمانه گسترده و بعد انتقاد گرفته شد و گمان می رود که این واکنش غیر احساساتی ضربه شدیدی بر کارزار انتخاباتی دوکاکس وارد کرد. در جریان مناظره سال 1992 میان بل کلینتون، جورج هربرت واکر بوش و راس پیروت، پاسخ همدلانه کلینتون به یک پرسش در حالی که بوش به ساعتش نگاه می کرد به تقویت جایگاه کلینتون به صفت یک نامزد بیشتر قابل ارتباط کمک کرد. در سال 2000 الگور و جورج واکر بوش مناظره‌ای داشتند که به خاطر آهای اخلال کننده شهرت دارد. آهای الگور که با وضوح قابل شنیدن بود و اغماز قابل درک بوش به آن هیچ کمکی به گور نکرد. رفتار گور سبب روگردانیدن برخی رای دهندگان از وی شده و بر نتایج انتخابات تأثیر گذاشت. در هفته‌های پس از مناظره سال 2024 میان بایدن و ترامپ، بایدن که از دید اکثر رای دهندگان بسیار سالمند تلقی می‌شود، در یک اقدام غیرمنتظره اعلام کرد که از رقابت در انتخابات کنار می‌رود. این مناظره ها نشان داد که کارکرد یک نامزد چگونه میتواند سبب تغییر دیدگاه عامه شود و لحظات سرنوشت ساز را در کمپاین های انتخاباتی آنان رقم بزند.